با درودهای گرم، امروز شنبه 16 اسفند ماه 1399 برابر با 6 مارس 2021. از سامانه گذار از استبداد و دموکراسی و داد، ویژه همبستگی جهانی با پناهجویان در خدمت شما همراهان و دوستان عزیز هستیم. عزیزان، در آستانه 8 مارس قرار داریم، روز جهانی زن. همچنان که می دانید، مبارزات زنان ایران از فردای سلطه ارتجاع آغاز شد. در طول 42 سال جنبش زنان ایران فراز و فروتای زیادی را پشت سر گذاشته است. زنان ایران هیچ چشماندازی به تغییر در موقعیت و جایگاه و حقوق خود در چهارچوب نظام اسلامی نمی بینند. از این رو جنبش زنان همراه با دیگر جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی چاره‌ای در اتحاد با هم تغییر مناسبات کنونی می‌بینند. در این قسمت برنامه همراه با خانم نسیم دوست از شورای همبستگی پناهجویان ایرانی در ترکیه اخبار و گزارشات پناهجویی و پناهندگی در هفته گذشته را به اطلاع شما می‌رسانیم. با ما باشید. با درود، لطفاً تا پایان این بخش خبری همراه من باشید. جسد مرد مهاجری در منطقه باشکاله مرز ایران یخ زده بود پیدا شد. جسد مرد 25 ساله که تبعه افغانستان می باشد پس از تحقیقات در محل به سردخانه بیمارستان دولتی باشکاله منتقل شد. پس از معاینت انجام شده وی برای کالبد شکافی به بیمارستان آموزشی و پژوهشی وان اعزام شد. 114 پناهجو که از ایران به ترکیه وارد شده بودند در مسیر حرکت از وان به استانبول حین تصادف توسط پلیس شناسایی شدند. پناهجویان توسط قاچاقبرها در زیر زمین مخفی شده بودند. در این کامیون که با میله‌های آهنی مخصوصی که برای جابجایی قاچاق انسان ساختند، آنها را جاسازی کرده بودند. شایان ذکر از این پناهجویان تبعه کشورهای پاکستان، افغانستان و بنگلادش می‌باشند. 20 تن از مهاجرانی که قاچاقچیان آنها را به دریا انداختند جان سپردند. سازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل روز پنجشنبه 4 مارس اعلام کرد گروهی از قاچاقچیان انسان در نقطه‌ای در سواحل جیبوتی در شرق آفریقا 80 مهاجر درون قایقشان را به دریا انداختند و بر اثر این اقدام دست کم 20 تن از مهاجران جان خود را از دست دادند. پیامدهای کرونا پناهجویان افغان و ایرانی را به مسیر صعب العبور آلپ کشانده است. گروهی از پناهجویان افغان و ایرانی که با عبور از شبه جزیره بالکان خود را به ایتالیا رساندند، به دلیل محدودیت‌های وضع شده برای مقابله با شیوع بیماری همه‌گیر کووید 19، مجبور به عبور از مسیرهای صعب العبور کوهستان آلپ شدند تا خود را به فرانسه برسانند. عبور از مرز کوهستانی بین ایتالیا و فرانسه حتی برای این پناهجویان که در مسیر رساندن خود به قاره اروپا موانع زیادی را پشت سر گذاشتند دشوار است. بسیاری از این پناهجویان تلاش می‌کنند در طول شب وارد خاک فرانسه شوند تا با ماموران ژاندارمری ملی این کشور روبرو نشوند. بیش از 1600 مورد تهاجم به مهاجران در سال 2020. بیش از 1600 حمله به پناهجویان و مهاجران در سال 2020 در آلمان ثبت شده است. بر اساس آمار به دست آمده در سال گذشته هر روز 4 مورد تعدی به پناهجویان و مهاجران در آلمان وجود داشته است. احتمال دیپورت سعید نوری نوکیش مسیحی در آلمان. سعید نوری که در زندان آلمان است قرار است به زودی به ایران دیپورت شود. متاسفانه درخواست این پناهجو تایید نشده و به او گفتند اگر پاس ایرانی تحویل بدهد به او اقامت خواهند داد. او هم طبق گفته مسئولین پاس ایرانی گرفت و آن را به مسئولین اداره پناهندگی تحویل داد. متاسفانه چند روز گذشته توسط پلیس آلمان دستگیر و همکنون در زندان منتظر دیپورت می باشد. کیمیا علیزاده تنها ورزشکار زن صاحب مدال ایرانی که پناهندگیش در آلمان تایید شده است، قصد دارد به عنوان یکی از اعضای تیم ورزشکاران پناهنده و زیر پرچم سفید در مسابقات المپیک توکیو شرکت کند. سوئد، محاکمه کشیشی که پناهجوی افغان را با چمدان از بازداشتگاه فراری داد. دو زن که یکی از آنها کشیش است به اتهام تشویق به فرار و فراری دادن مردی پناهجو از بازداشتگاه اداره مهاجرت در یک چمدان در یوله محاکمه می شوند. یک سال پیش این دو زن یک پناهجوی 20 ساله را در بازداشتگاه اداره مهاجرت ملاقات کردند که قرار بود به افغانستان اخراج شود.
در جریان این ملاقات یک زن با یک چمدان سفری از اتاق ملاقات در حالی خارج شد که زن دیگر هنوز داخل اتاق بود. پس از این ملاقات پناهجویی که قرار بود اخراج شود از بازداشتگاه ناپدید شد. دادستان اریک نوواک میگوید این یک جرم بسیار غیر معمول است که با برنامه‌ریزی خاصی انجام یافته و به این دلیل مجازات آن باید زندان باشد اگر این دو زن محکوم شناخته شوند. دیدبان حقوق بشر خطاب به اروپا: چرخه مرگبار درد و رنج پناهجویان در مدیترانه را متوقف کنید. به گفته این سازمان حقوق بشری، شیوع ویروس کرونا در اروپا باعث شده تا تلاش پناهجویان که زندگیشان را برای رسیدن به قاره سبز به خطر می‌اندازند کمتر از سوی نهادهای اروپایی و دولت‌ها دیده یا تحلیل شود. با این حال آخرین آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال 2021 در عرض دو ماه گذشته حداقل 185 نفر در آب‌های بین سواحل شمال آفریقا و ایتالیا جان خود را از دست دادند. بازسازی یک کشتی قدیمی برای نجات پناهجویان. امدادگران آلمانی ماها تلاش می‌کنند یک کشتی قدیمی را برای مأموریت جدید تجهیز کنند. آنها می‌خواهند از این کشتی برای نجات پناهجویانی که بر روی دریای مدیترانه گرفتار می‌شوند بهره بگیرند. هزاران نفر هر ماه برای رسیدن به اروپا جان خود را به خطر می‌اندازند و تنها سازمان‌های مردم نهاد هستند که با کمک و کار داوطلبانه برای نجات پناهجویان از مدیترانه اقدام می‌کنند. اقدام بایدن در مورد اسکان پناهندگان جان افرادان نجات خواهد داد. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت برنامه رئیس جمهور جو بایدن را که در مورد افزایش تعداد پناهندگانی که می توانند در ایالات متحده پذیرش شوند ستود. او گفت این یک سیگنال بسیار خوب برای دیگر کشورها می باشد. استرالیا ده ها پناهجو را پس از سالها بازداشت آزاد می کند. مدافعان روز سه‌شنبه گفتند که استرالیا بیش از 60 پناهجو را پس از سالها بازداشت از بازداشتگاه بریزبین آزاد کرده است. پناهجوی اهل سردشت در حین تلاش برای رسیدن به بریتانیا طی یک سانحه دلخراش جانش را از دست داد. بنا به گزارش آمده طی روزهای گذشته یک پناهجوی اهل شهرستان سردشت با هویت لقمان مرحسنی 25 ساله که چندی پیش از طریق ترکیه وارد مرزهای اتحادیه اروپا شده بود در یک سانحه جانش را از دست داده است. به گفته یک منبع مطلع این پناهجو همراه با دو پناهجوی دیگر به قصد رفتن به بریتانیا از فرانسه سوار کامیونی شدند. اما زمانی که متوجه مقصد کامیون که وارد خاک بلژیک شده بود به نوبت خود را پایین انداختند که لقمان در حین پریدن به دلیل برخورد با یک تابلو در دم جانش را از دست داده است. جسد این پناهجوی کرد که اهل روستای بیورون در سردشت می باشد همکنون در دست پلیس بلژیک است. سازمان ملل می گوید نزدیک به 2 میلیون کودک در یمن نیازمند کمک‌های فوری غذایی هستند و اگر این کمک‌ها نرسد نزدیک به 500,000 نفر از آنها جان خود را از دست می دهند. در واکنش وزارت خارجه آمریکا می گوید تحریم‌های حوثی‌های یمن را با هدف فراهم کردن راه ارسال کمک‌های انسان دوستانه به این کشور موقتا لغو کرده است. همراهان عزیز، از اینکه تا پایان این بخش خبری همراه ما بودید متشکرم. تا درودی دیگر، بدرود. بینندگان و همراهان عزیز، سپاسگزاریم که در این بخش برنامه همراه ما بودید. برای دیدن و شنیدن بخش دیگر این برنامه همراه ما باشید.